سلام دوستان عزیز، خوش اومدید. قلب بغلو بزنید. خفه شو که کیکونه من میکنه، برو گم شو. نیازی نیست که بگی تو کامنت بذاری اصلاً خورده. قرار بود این شب بریم تو لایو بچه ها که من نمیخواستم خودم لایو بذارم، گفتم بریم تو لایو بچه ها ناراحت نشن. حالا تو لایو هر کی رفتیم یکی مسته، یکی دیوونه است، یکی اصلا نمیبینه. اوه گفتیم ولش کن بابا یه لحظه بیایم اینجا. خب من هر روز باید فعالیت کنم، من نمیتونم. لایو کار منه، میدونی اعتیاد به لایو ندارم ولی این کار منه. من اگه یه روز لایو نذارم، کار نکنم، محتوا درست نکنم، یعنی یه آدم بی خود بی ارزشی ام. چیپ هیچکی هم یه لایو گذار درست حسابی آدم نداره بره زیر لایوش. قلب بغلو بزنی لخش. خفه شما، من پسرم، چی جذابیتی برای شما کسکشا دارم که لخشم؟ گفت لخشو، من خواستم الان بجه که میتونم قلب بغلو بزنی، میخواستم بگم لخشو. الان اصلا چه جذابیتی من برای شما دارم؟ لخشو. مگه اینجا جند خونه است لخشی؟ اینجا یه لایو خانوادگیه. باش عزیزم اومدی لایو. خب میگم دیگه، اومدم لایو جعفر، همه یکی مسته، یکی نمیدونم چیزه. چطوری ملی شدی؟ مرسی، لطف داری. گو خوردی؟ مرسی عشقم، منم عاشق گو خوردنم. سلام. یه لحظه فیلترمو درست کنم. خواهش میکنم. آخرم میگید وای چیزم نیومده. چی؟ من چون الان آماده نیستم، یک لحظه. تصویر تو به من آماده شد. اوکی. نمیشه. من با بچه ها صحبت میکنم. باش. اوکی. خب دوستان عزیز خیلی خوش اومدید. چه خبره؟ خانم بیتی رو داریم. خب. قلب بغل بزنید. اوکی ولش کن. وای اینو بردار. اوکی. سنگم. سلام خانم بیتی، خیلی خوش اومدی. چه خبرها؟ کم پیدا بودی، نمیدیدیم. آره من حامله بودم، برای همین نبودم یه مدت. ماشاءالله تبریک میگم. تا زمانی که من ترکیه بودم حامله نبوده، چی شد؟ چرا موقع حامله بودم، ولی خب تازه حامله بودم. تازه حامله شده بودی. چه الان به دنیا اومدی یا نه هنوز حامله ای؟ ماهای آخرته. نه هنوز به دنیا نیومد. الان چند ماهته؟ الان سه هفته. سه ماه سه هفته. مثلا من پسرم، مثلا حامله میشم، دوران حاملگی مثلا 40 ماه طول میکشه و اینکه 2 سالم طول میکشه که اسپرم برسه به رحمم. شما چطور؟ نه مال ما خانوما 9 ماه طول میکشه. 9 ماه طول میکشه. خیلی را. خب حالا همه شما رو میشناسن سلطان بیوتی، ولی یه کوچیک معرفی کن که دوستایی که جدید از طرف من هستن باهاتون بیشتر آشنا بشم. همه چی تو اس، فامیل، جنسیت، هر چی که فکر میکنی اینا باید بدونم بفهم. حتما. سوال خیلی خوبی بود، فقط این که من یکم سرما خوردم، صدام گرفته. بعدش این که ملیسا گلشن آیدان هستم، 18 ساله از استانبول. ملیسا جان. بله. ملیسا جان، خیلی از من سوال میکردن که قبلا چطور الان شده ملیسا، قبلا امیر بیوتی بوده. بله
امیر اسم داداشمه. خب اسم داداشتونه تو پیج شما چیکار میکنه؟ خب من چون داداشم رو خیلی دوست دارم همین اسم داداشم رو اول گذاشته بودم رو اسمتون. بعد چی شد که مووش کردی؟ خواستم اسم خودم باشه از این به بعد، چون که هی میپرسیدن که تو چرا اسمت امیره، برای همون ولی زنی. آره. بعد الان دختری یا خانومی؟ خب به نظرم این رو بکارت تعیین نمی کنه، سن تعیین می کنه. برای نه من تعیین می کنم که شما چی هستین. سوالی که پرسیدم دخترید یا خانوم؟ همین. خب من دخترم. خب دختر. اگه دخترین چجوری حامله شدی؟ مگه دختر؟ خب مگه مردا حامله میشن دخترا حامله میشن دیگه. خب نه من دختر بودنم. الان تو پرده داری یا نه؟ اتاقم پرده داره. نه پستو میگم. خب اون نه پرده نداره. خب پس چرا میگی دخترم؟ خب مگه به اونه؟ خب آره دیگه اونه دیگه. کسی که ببخشه من میگم کسی که مثلا پرده داره دختره، حالا میخواد 40 سالش باشه 20 سالش باشه، کسی هم که ببخشه 15 16 سالش پردهشو زدن اون به میگن زن. دیدگاه اعتقادات شما چیه؟ خب اعتقاد من اینه که به سن، یعنی مثلا وقتی که تو مثلا پایین 30 سال هستی هنوز دختری. خب اوکی، دو تا اندیشه متفاوت که من فکر میکنم دختری که مثلا 30 سالشه ولی هنوز کسش دست نخورده و پردهشو داره ما میگیم دختر، و اگه دختری هم 18-19 سالشه ولی پرده نداره میگیم زن. این اعتقاد منه، ولی اعتقاد تو اینه که تو میگی فرق نمیکنه، به پرده نیست به سن. به نظرم به سن. سن پس شوهر الان شوهرتون کجاست؟ من از دوست پسرم حامله شدم. از دوست پسرت. چی شد که حامله شدی؟ میخواستی یا خودت میخواستی یا اتفاقی شد؟ نه اتفاقی شد، وگرنه تو این سن کوچیک هیچ وقت نمیتونم بچه بخوام. ولی خب دیگه وقتی شد گفتم کار خداست، تو دیگه دست تو کار خدا نکنم. فسق نکردی؟ به نظرم گناهه. گناه اینه که تو ببخشی وقتی داشتی کس میدادی کاندوم نزدی، چه گناهیه؟ داشتم. خب. داشتم. حالا اینجا درست نیست شاید اینو از این تریبون اعلام کنم. نه خیلی خب من خودم درسته، بفرمایید. بله چون من خودم که دکتر زنان زایمانم مامایی و بله سکسولوژیستم و اینا، به خاطر همین مردا بعد از ارضا شدن دوست دارن آلتشون رو توی واژن دوباره فرو کنن و آره. بعد دوست پسرم بعد از اینکه ارضا شد کاندومو در آورده بود و دوباره فرو کرد داخل، دخول کرد. بله دخول کرد، برای همین حامله شدم. خب یه چیز دیگه هم هست، خب 18 سالتونه، تخمدانتون رحمتون جوونه، اگه دخول نمی کرد رو کاندوم هم حامله می شدین، درصدش هست؟ احتمال نمیدم. نمیدی؟ اوکی. خب شما مامایی خوندید، بهتر میدونید. بعد که اینطور، بعد جنسی، خب 3 ماه گذشته، یعنی تو ماه اول نفهمیدی که تو حامله ای؟ من حاملگیمو 2 ماهگی فهمیدم. خب 2 ماهگی بس، اعتقاد به چیزم نداری به صفر، گفتی چون الان خدا خواسته. مذهبی هستی؟ شوهرم آدم مذهبی، یعنی دوست پسرم آدم مذهبی هستش. خب دوست پسرتون به شما چه ربطی داره؟ من از شما سوال میکنم. خودم مذهبی، بله میشه گفت مذهبیم. امام اول؟ امام علی. امام دوم؟ امام حسن. شهادت امام حسین چه روزیه؟
14 می. 14 می. شهادت امام علی. 15 ژانویه. سوره بقره چند آیه است؟ 23. بله. دعای نطفه رو چه روزی میخونن؟ روز 22 بهمن. دعای توسل چه شبی برگزار میشه و چند نفر با ظرفیت داشته باشه؟ شب عاشورا. شب عاشورا. به به. شما تستتون قبول شدین، بهتون کانگرچولیشن، بهتون تبریک میگم، شما یه مسلمان واقعی هستین. اوکی، میپذیرم حرفاتو چون تستتون رو با موفقیت انجام دادید و بدون اینکه فکر کنید همه رو جواب بدید. اوکی. خب پس مسلمونین، گفتین گناه داره، سقط نکردین بچه‌تون رو. جانم اگه اجازه بدی من از اون یکی اتاق شارژرم رو بیارم. Of course. Go ahead. بفهمید. من با بچه هستم. Of course. بفهمید. I'm sorry about that. Sorry about that. I care. Go ahead. شما برید بیارید. دوستان از خیلی خوش اومدید به لایو بهترین کون دنیا، آریان عارفی. امیدوارم هر جای دنیا هستین سالم و سلامت باشید. من یک هنرمندم و همتون رو زخمی میکنم با هنری که تو وجودم دارم. هیچ لایو گذاری نمیتونه خودش رو با من بگیره، چون هنر تو خونه منه. من یک هنرمند واقعی هستم، یک هنرمند مردمی، و از تالا از مردم هیچ پولی نگرفتم، نه سایت دارم نه هیچی، و دلی برای مردم کار میکنم. همیشه انشالله با من باشید. علیارتون حسین بشه دلدارتون. خب بریم تا خانم بیوتی برمیگردم. ما اینجا. I'm sorry about that. You're welcome. خواهش میکنم، ما هستیم اینجا. اوکی. گوشی رو تنظیم میکنم. تلی برو. خب باشه، آمادم. اوکی. بعد آماده ای. بعد جنسیت بچه‌تون پسر یا دختر یا شاید هم دو جنسه؟ جنسیت بچه‌م دختره. دختر هستن. بعد خب معمولا سه ماهگی نشون نمیده که؟ نه نشون میده. تو سه ماهگی خوشم. چه جوری سه ماهگی فقط میگن حامله ای، درسته؟ چون الان من رفتم توی 4 ماهگی و جنسیتش معلوم شده. خودت چی، دختر میخواستی یا پسر؟ من خودم دختر میخواستم که دختر شد، خدا رو شد. چرا دختر میخواستی؟ چون بهش زیر پای مادر هست. بهش زیر پای مادر، درسته. بعد دوست پسرتون چی؟ الان از حاملگیتون خبر داره؟ دوست پسرم آره. اونم دوست داره پدر بشه یا نه؟ تو به خاطر اعتقادات گفتی من میخوام بچه رو نگه دارم. دوست پسرم خودشم حمایت کرد، گفتش که نه من نمیتونم بچه رو بندازم، چون که توی اسلام خودت میدونی که گناه داره. گناه داره. آه درسته. پشوه. دوست پسر چند سالشه؟ دوست پسرم 35 سالشه. خب چجوری دادی انتخاب کردی؟ خودتون 18 سالتونه، دوست پسرتون 35. به نکته ظریفی اشاره کردی، دوست پسرم درست 35 سالشه ولی واقعا خیلی جوونه، خیلی قیافشه مثل 20-25 سالشه. 25. خب درست قیافش 25 ساله ولی درونش که همون 35ه، کار زیاد کار کرده. خب من درونش رو نمیبینم که. چجوری درونش نمیدیم؟ مثلا وقتی میخواد تو رو بکنه، خب اگه یه پسر 20 ساله بود قدرتش بیشتر بود تا یک 35 ساله. درسته فیسش کر کرده خوبه، ولی اون قدرت جوونی 20 ساله رو که نداره، 15 سال پیرتره. اشتباه میکنی آری انجام. مرد ها از تغفر الله اشتباه میکنی میگم، ولی مرد ها فعال ترین دوران جنسیشون توی زندگیشون دوران 30 تا 40 سالگیشونه. 30 تا 40 سالگی. خب اینم میتونم قبول کنم، موافقم. و چرا مثلا توی 20 سالگی نمیتونم بکنم ولی توی 30 سالگی خوب میتونم؟ ببینید مثلا یه گاوو در نظر بگیرید، یه گاوی که هنوز تازه به بلوغ رسیده، مثلا تعداد اسپرمش اندازه یک گاو بالغ نیست. توی 20
تازه به دوران بلوغ که میرسه، بعد میشه نوجوان، بعد میشه جوان، تازه اوایل اون دورانی هستش که یک فرد باقل شده، بالغ شده. ولی موقعی که 30 سالش میشه، به مرور زمان که کار میکنه دم و دستگاهش و اینا قوی تر میشه. قوی تر میشه، خیلی هم عالی. شما بفرمایید. آره دیگه باشه. بله عزیزم، سوالم اینه که من یکی از دوستام که با شما دوسته گفتش که آریان انگار داره توی مریخ یه دونه خیریه را میندازه و سادم فضایی. درسته؟ خب جاش نبود که این سوال اینجا بپرسی. بله من گفته بودم به دوستم که اینو نباید به کسی بگی، ولی خب کار زشتی کردم. بله من دارم خیریه درست میکنم. بله تو مریخه؟ بله تو زهر و مریخ با هم وسطشه. بچه اینکه شما متأهلین؟ من نه، من چون کون میدم و مجردم، یعنی که فقط وان نایت، یعنی یک شب یا یک ساعت یا مثلا 2-3 ساعت. من اعتقاد دارم که کون من متعلق به همه آدم های دنیاست، نه فقط برای یه نفر. سلام دایی، خوبی؟ خوش اومدی. خب یعنی کونتون متعلق به همه دنیاست. هیچ وقت دوست ندارین که مثلا حس آید بودن به یک نفر رو داشته باشین؟ نه من هیچ وقت دوست ندارم. چرا وقتی که من یک کون خوبم چرا باید زیر یک کیر باشم؟ چرا همه منو نکنن؟ درست. خواهش میکنم. چون که من دوست دارم مثلا این حس رو دارم. حالا نمیدونم شما کون یا چه حس دیدارم. حس چیو داری عزیزم؟ سلام. شما تصویرشو دارین دایی رو؟ بله. من ندارم. اوکی درسته. بله. خیلی خوش اومدید دایی، بفرمایید. دوستم شیاری انجام. خواهش میکنم. دوستم مثلا ملیسا 18 ساله از ملکه استانبول. به به. از کجا هست دایی این دوست زیباتون؟ با خودش صحبت کنید بفرمایید. با خودم. کجایی بله. هستی ملیسا جون؟ نشنیدم. میگم عشقم کجایی هستی شما؟ من الو هستی عزیزم؟ آره خود بله بفرمی. صدات داره میاد، بفرما عزیزم. من اصالتاً تبریزیم. تبریز یا شاسین؟ یا شاسین الان کدوم شهر ساکنی؟ من الان استانبولم. استانبولی؟ قصد ازدواج نداری؟ نه. ایوه آریان جان عجب دوست قشنگی داری، اینو واسه دایی اوکی نمی کنی؟ من جورش میکنم، من کسکشم. خب نه عزیزم، با ما بیادبی نشه. میگم میخوامش چکارش کنم؟ خوشم اومده. خوشت اومده، من راضیش میکنم. چقدر میتونی هزینه کنی برای این جیگر؟ زیاد عزیزم، زیاد، هر چقدر دوست داشته باشه. اوکی ملیسا جون، یکم شرایط داره. ملیسا جون شرایط تو بهشون بگو برای دایی. بگو شرایط تو عزیزم واسه دایی جون بگو. من شرایط ندارم. خب بیشتر مهم اینه که ازش انرژی خوبی بگیرم. آدم مهربون دوست داری، آدم خشن دایی جون؟ مهربون، ولی وقتی جاش باشه خشن هم باشه. باید با خودت خشن باشه یا با مردم؟ نه با من نه. عزیز این خیلی نازنازیه آریان جون. اوکیه من دوستش دارم، من مهربونم. تو که میدونی من چقدر مهربونم، دل صاف و ساده ای دارم. اوکی من یش من ملیسا دوست 8 ساله منه، میشناسمش. نمیتونه راحت بگه ولی من میگم ایشون الان یه دوست پسر دارن که از دوست پسرشون حامله هست و بچه‌شون هم دختره.
چند ماه هست که فهمیده بچهش دختره مگه؟ 3 ماهشه و الان هم به خاطری که حامله شده افسرده شده، صداش تغییر کرد خب الان و من به خاطر بخواد چی میشه منم برم باش خب دوست بشم؟ اوکی دارم میگم شرایط داره. اگه میخوای به ملیسا برسی باید دوست پسرشو بکشی. خب دوست پسرش باید یه آدرسی من از دوست پسرش پیدا کنم تا بچه هم و افرادم رو بفرستم بالا سرش، یا نه چطوری من پیدا کنم یه من دوست عکس رو از پسرش دوست پسرش مثلا بفرسته؟ کدوم شهر ایران؟ استانبول کجاست؟ کجاست عشق هم ملیسا؟ استانبول. استانبول. استانبول من زیاد رفیق دارم دایی جون. اوکی. من هر شهری تو بخوای من رفیق دارم. نیازی نیست با کاشینش، فقط آریان همونطور که آریان گفتن من الان قرار بچه دار شم. یعنی خب شما بچه رو دوست داری یا میخوای بچه رو بندازی؟ الان بچه 4 ماهشه. یعنی به دنیا میخوای بیاریش دیگه؟ آره. پس باباش من میشم دیگه اگه باباشو بکشم؟ آره دیگه. میخواستم اینو بگم که اگه کسی وارد آره. میشه باید یه جورایی باباش هم بشه. من باباش میشم از زمان واسهش پدری هم میکنم. تو چیکار داری؟ من واسه تو شوهری میکنم واسه اون پدری. اسمشو چی بذاریم باید؟ اسم انتخاب کردی واسهش؟ اسم هنوز انتخاب نکردم ولی احتمالاً بذارمش جانسو. جانسو یعنی چی عزیزم جانسو؟ معنی خاصی نداره، یه اسم ترکیه. دختر اسمش، این رفیقم داره نظر میده واسه اسمش، میگن دختره. اسم پسرونه داره میگه ازم دختر است بچه‌مون. من خیلی دوست دارم، مشتاقم ازم بچه رو به دنیا بیاری و من خودم بالا سرت باشم اون روز، اونجا رو واسه گلبارون کنم. و یه چیزی، شرایطی که ملیسا دارن، چون ملیسا جون بسیار دختر نحیف و باربی و جمع جوری هستن و زود ناخواسته حامله شدن، اگه میخواییم بایشون باشید یک درخواستشونه که بچهشون رو شما به دنیا بیارید. دایی نمیتونم. خب پس اگه ملیسا رو میخوای باید به دنیا بیاری بچه. خب ملیسا چطوری؟ یعنی بچه رو من چطوری به دنیا بیارم؟ بچه رو اینجوری که علم پیشرفت کرده، دوتاییتون چیز میشین، بچه رو از راه مجازی، از راه فکس میکنیم توی شکم شما، ولی فکسش درد نداره ولی زایمانش درد داره. دایی من از درد و اینا نمیترسم، مشکلی هم نداره، من اوکی هم. فقط این خب آری اسمش چی بود؟ این عشقم چی بود اسمش؟ فراموش کردم. ملیسا. ملیسا فقط دیگه باید با خود من باشه ها آری هم. ملیسا تک بره، من میشناسمش و با یه کسی نباید به خیانت کنه عزیزم. من نه ملیسا هم خیانت نمیاد. من میخوام تو مثلا با همه دوست داری باشی، من دوست ندارم ملیسا اینطوری باشه. من که کونم، من به همه میخوام بدم. خب تو میدونم کونی به همه میدی، ولی من ملیسا دوست ندارم اینطوری باشه. ملیسا مسلمونه، دختر باکره. ملیسا واسه همین دیگه من تو رو طلاق دادم، نمیخوام با تو باشم، دوستت ندارم. عشق هم من سیکه تو زدم یا علی، بفرمایید. من زدم دروغ نگو. من تو رو گفتم نمیخوام، چون تو با همه میپریدی. عشق هم من تو کونم. من میخوام تک پر من تو مثل ملیسا آقا جون. ببخشید چه جاش نباشین رو بگم، من ملیسا تو کونم جون. من فقط تو این آریت کونه به همه میده، من نمیتونم اینجور آدمی رو جمع کنم واقعا. خب ملیسا بگو، ملیسا تک پره، بفرم. باید به سلایق احترام بذاریم دیگه. خب ملیسا جان، من سلیقم اینه که یک نفر ما باشه تک پر، مثلا مثل شما نازنین باشه، خب. عشق باشه، جیگر باشه. آریان مثلا عزیزم داره با همه میپره، من نمیتونم اونجوری آدم باشم. روزی باید 100 تا دعوا بکنم، آخر یکی از اینا منو میزنن، همیشه که دست بالای دست بسیاره. تو میخوای روز اول من بمیرم آریان بیام با تو باشم؟ آره. خب تو بخوای، من نمیخوام، من دوست دارم من زنده باشم. نداره جون دایی. میگم خب داخل دینمون هم همچین چیزی وجود نداره، فقط باید با یه نفر باشی.
یه نفر باشی. اوکی یه لحظه آریان جون، احسن به تو ملیسا جون. ملیسا تو یعنی واقعا ترکوندی با این حرف این لایو خانم دایی. یه ملیسا خواهر عزیزم یه شرطی دیگه داره. ملیسا جون هم شرطی داشته باشه من قبول میکنم. تو واسه این همه سوختی که من میخوام با ملیسا باشم. خواهرم حامله است. من دارم به جای صحبت. ملیسا بگو که من دارم به جای صحبت میکنم. صداشو نمیبینی گرفته؟ خب میخوام بچه‌شو واسه تو جوش میزنی الان. گوش کن. چته؟ و... شما بگو که آره هم به جای من صحبت میکنه. چون تو حامله ای صدات گرفته. من نمیخوام بچه سیخ بشه. وحشی شدی طلاق دادم. آره یه لحظه گوش کن. خانم دایی. خانم دایی. ملیسا خواهر کوچیک من. ملیسا خواهر کوچیک منه. من آرزو براش دارم. یک. اگه میخوای ملیسا رو بگیری یک. اول باید مسلمون بشی. مسلمونم خب مسلمونم. امام اول. الو. جان بگو. امام اول. من بگم یا یا ملیسا جون. ملیسا یک زن مسلمون شیعه فاطمه زهرایی توی کافر تتو کار بگو. بابا من از تو دارم میپرسم. مسلمونم آره یعنی سالار هزار بار اصلا پرسیدی. امام اول. حسن. خب اوکی. امام دوم. حسین. زیارت عاشورا در چه روزی برگزار میشه؟ عاشورا تاسوعا. دعای نطبه چه ساعتی باید خونده بشه که حلاله؟ شیش صبح. زیارت نطبه چه روزیه؟ پنج شنبه شب. خب کس بذار خودش جواب بده. اون کناری چی داره میگه؟ راست میگه. راست میگی؟ نگو تا خودم بگم. بذار خودش جواب بده. همه رو درست گفتم دیگه. اوکی چیزه نجف در کدوم شهر ایرانه؟ کیر؟ خب بابا بگو دیگه نمیفهمم. نجف در کدوم شهر ایران تعلق داره؟ بغداد. آفرین. شهر قم در کدوم استانه؟ استان سمنان. سمنان. تهران چند نفر جمعیت داره؟ تهران 12 میلیون. شهر مشهد مقدس چند نفر لات و لوت داره؟ هر کوچه‌اش لات داره. یه لات داره. بیشترین کون جمعیت کدوم شهر داره در ایران؟ در ایران؟ بله. من نمیدونم اینو دیگه جدی ایران. چه بگم؟ شما رد شدی. شما مسلمون نیستی یا علی؟ ملیسا من جواب دادم. همه رو که درست جواب دادم. نه همه رو درست گفتی. بعد اینم بعد درست میگفتی. یک بار دیگه بده امتحان. شانس میدم. بیشترین کون دنیا رو کدوم شهر ایران داره؟ تایلند. آفرین. ایران در کدام ایران خاورمیانه میشه یا جهان اول؟ ایران بابا جهان اولی همشو. آفرین شما تستتون رو قبول شدین. کانگرگولیشن. جانم بزن اشتاشت به مطابه. بزن زنگو. ملیسا رو میخوام. ملیسا از نظر مسلمونی و دید و اعتقاداتش رو من تاییدش رو بهت میدم. حالا شرط دیگرش رو میدم. اوکی شرط دوم ملیسا اینه که باید تتوهات رو همه رو پاک کنی. خب عزم میشه اول منم اندام ملیسا خانم رو ببینم به بلند شکل ملیسا حامله است. ملیسا خواهرم حامله است. بند رحمش نیست که حامله است. عزم میتونه که بلند بشه تا دشتی بره؟ چجوری اینجا توی لایم نمیتونه بلند بشه؟ دایی پررو نشو. خواهر من فقط 18 سالشه. حنیفه، نحیفه، رحمش به بس خیلی ضعیفه تا بلند شه بیافته بچه. بابا دوری بزنه ببینمش. چی اینجور آدمی تو؟ حسودی تو چقدر؟ الان من خواهرم بلند شه که خودشو نشون بده که من دیگه دایی نشم. بگو با نه دایی میشی انشالله. ولی بگو بلند شه حداقل من ببینمش. نه من اجازه نمیدم. خواهرم حامل است چون رحم تو خدانش ضعیفه. هر لحظه ممکنه بچهش بیفته وسط لایف. نه من این ریسک رو نمی کنم. بله. با خودت بلند شو یه دور بزن پس.
من خیلی وقت سیکه تو زدم طلاقمو گرفتم، چرا خب بلند شم؟ من اصلا با تو رابطه ای ندارم، من به خاطر ملیسا الان اومدم توی لایو. خب منم به خاطر ملیسا تو بعدا آوردم بالا که نمی خواهرم اومدم بشه. اصلا، اینو بدون آریان جان، من اگه ملیسا نبود تو الان این لایو منم نبودم، بعد بعد میرفتی عمو جعفر و اینا رو می آوردی تو لایو. anyway whatever، الان ملیسا مهمه چون حامل است. تتوهاتو پاک میکنی؟ بله خب ملیسا شرط زندگی تو بگو. خب من نمیتونم دکتر پیدا کنم که تتام پاکش، باید خودش دکتر پیدا کنه. بفهم ملیسا. اوکی من پیدا میکنم. خب منم قبول میکنم. خب دیگه مهریه خواهرم. مهر چی میخواد عزیزم؟ نیت 1400 تا امام و پیغمبر، 1500 تا سکه بهار آزادی مهرشه. مدل جدید یا مدل قدیم؟ مدل جدید ولی برای 5 سال آینده، یعنی هر سالی که بگذره تو باید مال 5 سال آیندهش رو حساب کنی. یعنی چی با ما خواهی؟ من نمیفهم منظور تو. خب شما اگه نمیفهمی، شما اگه نمیفهمی برای چی میخوای زن بگیری؟ چون دوستش دارم. تو فضول منی؟ فضول من که نیستی. پس اگه دوستش داری تو اون کلت یکم فشار بیار. من فکر کنم الان یکم داری حسادت از حسادت داری پاره میشی. یکم خودت کنترل کن. anyway. از تو... خب اوکی. 1500 تا سکه بهار آزادی. ملیسا چند میلیون مهمون داری؟ خب باید حساب کنم اونو، نمیدونم. یه حساب جزئی اشکال نداره عزیزم، هر چند تا داشته باشی من خودم خرجشو و هزینهشو میدم. خب من کلا معروفم به دایی هزینه، دایی خب هزینه. هم میدونی که خاندان گلشن آیدان خیلی بلی. خاندان شلوغیه، بیر بزرگی هستن. آره بله میگم یک ایل بزرگی هستن، درسته؟ کلا تو تبریز اگه بگین گلشن آیدان همه میشناسن، یعنی بریم بله. برای همین نزدیکه فکر کنم 50,000 نفر باشه. آیه تو میگه چند میلیون، میگه 50,000 نفر منده خدا. آره مشکل داری آریان با ما، حالت خراب فکر میکنم. من تو میگی چند میلیون بنده خدا داره، میگه 50,000 تا مهمون دارم، واسه چی اینجور؟ تو آدم چی هستی؟ حسودی هستی؟ آخه فان ملیسا تو عروسی من 6 میلیون مهمون دعوت کردی، چجوری الان تو عروسی خودت میخوای 50,000 الان نگاه کن، تو داری حرف میدی تو دهنش. خب 6 میلیون چیز بودن، از طرفدارای من بودن. خب اوکی، الان نمیخوای تو عروسی طرفداراتو دعوت کنی؟ دوست دارم خانوادگی باشه بیشتر. خب اوکی اینو پس ای جون اوکی اینو مشکلی ندارم. خب تو 50,000 تا مهمون داره بعد. ای اوکی جون. من خب اوکی 50,000 تا من فکرم، چون آره چون تو مهمونی من 6 میلیون دعوت کردی به خاطر اون گفتم شاید. نه اون مهمونی خب تو بوده بابا، همه دیوونه میمونه ها بود، در این مهمونی خصوصیه. خب اوکی هر کس هر کس نمیشه را بدی. گلشن جون اگه شرطی داری برای آقا دایی بگی. من یه شرط دارم که لطفاً هر شب ساعت 10 خونه باشه. اوکی هر شب میام از کنار تو میگیرم میخوابم، تو ماساژم بدی من تو رو ماساژ بدم، لایو بزنیم با هم، چی از این بهتر دیگه؟ باشه من دوست دارم همیشه کنار تو باشم، هر شب و هر ساعت عشقم. من کلا دوست دارم زندگیمو کنار خانومم بگذرونم. من مثل آریان که نیستم با همه باشم، من با یه نفرم کلا تکبرم عشقم. من چه رنگ سفیدی داری تو؟ من کونم هر شبم زیر کیرم به همه میدم. اصلا امشب من اومدم توی لایف تو رو دیدم، این لایف نورانی بود، به خاطر پوست صورت تو بود عشقم. ملیسا جون خواهرم حامله است. چه رنگ پوست سفید، چقدر پوستش آریان؟
آریان مرواریده ملیسا چقدر میگم آریان، پوست ملیسا چقدر سفید عزیزم. ماشاءالله خواهر منه دیگه، باید سفید باشه، خوشگل ما باشه. الان واسه زندگی ما باید کجا رو انتخاب کنیم؟ اینم از آریان، آریان از ملیسا بپرس دیگه عزیزم. تو هر دو طرف وکیل بار، تو داری الان فقط طرفداری از آریان میکنی، من پس هیچ کارم توی این لایو، منو فقط الکی همینجوری آوردی بالا، انگار نه انگار مثل غریبه ها با هم برخورد میکنی. خب ما همیشه بهش لا پای زنه، زن مادر میشه، اونو که میدونم، زن خب خواهر میشه. شرایط مرد نیچ حقی نداره تو زندگی، تو شرایط مرد... ملیسا رو بپرس، شرایط منم بپرس دیگه، بگو کجا الان میخوای زندگی کنی، از ملیسا بپرس اینو. تو هیچ شرایطی نداری، تو باید برده خواهرم باشی، شما مردی، شما آفریده شدی برای حمالی، برای کار کردن. همه چی مال ما زن هاست، عروسی مال ماست، تفریح مال ماست، دادن مال ماست. شما برابر کارتون پول بیارید. من یاد شده تو رو برده خودم کرده بودم، من پول نه. دارم، اصلا احتیاج به کار ندارم. خب اوکی، حالا شرط شما چیه؟ من میگم کجا زندگی کنیم، اینو میگم کجا میخوایم زندگی کنیم. خونه داماد دیگه، عروس میبره خونه داماد. نه ایران، ترکیه، کجا؟ ملیسا باید انتخاب کنه. ملیسا ایشون مشهد هستن. خب نه من مشهد نیستم، من مشهد نیستم. کجا این؟ تهرانم من. تهران. با این که واقعا عاشق ایرانم، عاشق کشورم و وطنم، تو فقط حرف بزن. عاشق رهبرم امام خامنه ای هستم، تو فقط حرف بزن. با این حال من به خاطر احترامی که به قوانین کشورم قائلم و نمیتونم توی ایران زندگی کنم، من دوست دارم توی ترکیه زندگی کنیم. یه سوالی بود، من از ترکیه رو دوست دارم. من میگم آقای دایی زمستونا ببخشید. آریان من آقای دایی یه لحظه درتون رو بذارید. خب ساکت باش تا منم حرف بزنم. همش حرف شما میشه. لایق درتو بذار. منم میخوام حرف بزنم بابا. اجازه صحبت بده به ما. ای بابا زنونه. خب من نمیخوام بپرسم. بگو. شما گفتید که بابت قانونتون چرا نمیتونید تو ایران زندگی کنید ملیسا؟ خب الان مثلا تو ایران مثلا باید حجاب داشته باشم که من اصلا. چون نمیتونم از بچگی خب اونجا بزرگ نشدم و نمیتونم این رو این قانون رو رعایت کنم و چون هر کشوری قانون داره من نمیتونم. اوکی درسته. بفهم آقای دایی بفهمید. من میگم من تابستونا رو اوکی هستم ترکیه، ولی زمستونا چون من هوای گرم و دوست دارم بریم استرالیا دیگه. باشه میشه. ای جون که میگه باشه، بیا ببین چقدر تفاهم داره با هم، ولی تو اصلا انگار نه انگار تو فقط دوست داری بری با همه باشی و آبرو همه رو ببری. من یه پسر واسه چه از اون شب ملیسا رو نمیاری داخل لایو و ما عشق خانم دایی؟ خانم دایی بله. من یه پسریم که لپام کیر دارم، کون میدم آبروی هرچی پسرم میبرم. من چه بابا، تو آبرو هرچی پسر بردی، تو رو ازم به من سننه نه، تو رو از امشب به من سننه نه، تو رو به ما چه اصلا. خب. در مورد خودت با من صحبت نکن. خب. من میگم میخوام ملیسا رو بگیرم، تو اصلا برو به هزار کون عالم رو بده، به من چه ربطی داره؟ فقط میخواستم بهت بگم بله پسرم لاپام کیر دارم، کون میدم آبرو شما پسرارم میخوام ببرم. تو لایو میدونه تو هر شب با یک نفر میخوابی، آبرو منو بردی دیگه. یه نفر عشقم، من روز 10 شبی 10 تا کون میدم. خب من یک آدم میخوام مثل این ملیسا جون که فقط با یک نفر باشه، به یه نفر وفادار باشه. انقدر تبریک باشه، چقدر خوشگله، چقدر خوشگله. نگاه کن یکم ازم بیا این طرفتر تا ببینمت. به به به، زیر این نوشته های ماشاءالله پیامام که تونتون رد میشه، من نمیبینم ات قشنگ الان دیدم واقعا. چه انتخابی یه شرایطی که داره ملیسا جون، چون سنش کمه و کلن منم سنم زعیف. کمه اوکی ضعیف یه لحظه، چون ملیسا جون حنیف و ضعیف و باربی و جمع جور هستن، نمیتونن سایزهای بزرگو بردارن. اگه سایز شما زیر سنم کمه، سایز نگفتم سنتون، من همه چیم کمه، من کلا ملیسا رو دوست دارم.
سایزتون باید زیر 12 باشه. نه اونجوری نیست، خود ملیسا اونجوری دوست نداره. ملیسا دروغ میگم، شما سایز کوچیک برمیداری به خاطر که ضعیفی کوچیکی. آره یکم عمقم کمه، عمقش کمه. خب از خاطر همین چقدر اینو که میتونید توضیح بدید تا چقدر باشه؟ مثلا شما بعد معاملتون زیر 12 سانت باشه، اگه که بزار بیشتر باشه بعد آریان تو واسه چی هی میایید پری وسط صحبتمون؟ ای بابا دیوونه کردی. خب خواهرم حامله است، زبونش باز نیست. خودش بگه حامله است که نمیداریم بلند شه توی لایو حداقل ما ببینیمش. یا علی بسم الله، یا علی بسم الله. اینجوری با من صحبت نکنی، لایو مال خود من، هر ما دوست داشته باشم یا من دوست داشته باشم میرم. یا علی بسم الله، بیا این میدون ملیسا بفرمایید. این لایو میگم مال من، حرف علکی هم نزن زیاد. یا علی بسم الله. ملیسا جون میگم تو نمیتونی بلند شی یه ثانیه عزیزم؟ باید داریان اجازه بده. آریان اگه میگه اگه تو اجازه بدی میتونه بلند شه. آریان اینم حسود نباش، بگو حالا یه ثانیه بلند شه. میگه اگه آریان اجازه بده اشکال نداره. نه اصلا اجازه نمیدم، خواهرم 4 ماهه حامله است. بابا رم کنی، خودش داره میگه اشکال نداره، تو واسه چی خودتو میندازی این مثلا؟ دوست دارم بلند شه واسه من، میخوام بگیرمش، تو که نمیخوای بگیریش. بیا آریان صاحب لایو. من صاحب لایوم، خواهرمه، من نمیذارم به خاطر اون روح شیطانی تو اصلا لایو من و آریان نداره، اصلا لایو من و آریان که نداره. حوث بازه، چشم بازه، روح شیطانی. من اجازه خفه شو، من اجازه نمیدم به خاطر حوثت من رو ادعایی شدن برکنه کنیم. رحمش ضعیف، بچه کفتانش میافته. آریان نداره، شما اگه میتونی بلنشی بلنشو، اصلا اشکال نداره. لایو این لایو فکر کن لایو منه اصلا. خب بحث لایو نیست، من نمیذارم که خواهرم که رحمش ضعیف بعد 20 سال حامله شده بعد این همه نزد. من دیروز سفره سلامت گرفتم برای خواهرم. تو کافر، این چیزا حالیت نیست. واقعا بیشوری که نمیذاری مناشه، خودش میگه میتونم. بیشورم نمیذارم، من 10 سال سفره صلوات ابوالفضل گرفتم تا خواهرم حامله بشه، بعد به خاطر نگاه شیطانی تو بلند شه وایسته که تو حوث کنی بچهش بیافته. آقا میگه که میتونه، تو نمیفته، تو واسه چیز علکی حرف مفت میزنی؟ نمیدونم ملیسا خواهد، برای 10 تا سفره صلوات انداختم هر سال، برای شور زرد اول فز درست کردم که رحم حامله بشی، بعد 30 سال حالا حامله شدی، رحمش ضعیف. خواهرم رحمش ضعیف، بلندشه بچه افتاده. قوی میکنم خودم رحمشو قوی میکنم، بذار بلندشه. من کار ندارم، بچهش افتاد، من کار، من دیگه سفره صلوات نمیتونم بگیرم. من 30 سال سفره صلوات کردم، خواهرم حامله شد، من خودم میگیرم. من کار ندارم، خود ملیسا میگیره. من میگیرم فقط اگه ملیسا. ملیسا جون من خودم واسه سفره صلوات میندازم. شما از زمین ثانیه بلند شو کلا. ملیسا اگه بلند شدی بچت افتاد، منو عدایی شدن محروم بابا کردی، هیچ وقت نمیبخشم. خب من لایوش شما میام اونجا پامیشم، ولی چون احترام قائلم واسه حرف آریان. ها نه ملیسا جون، اصلا آریان میگه لایو منم هست، مشکلی با لایو نیست، مشکل میگه بچه است. بچه بگو نمیفته بلند شو. ملیسا 30 ساله که برای اون رحم ضعیفت من اینجا سفره صلوات انداختم که تو حامله بشی، که تو مادر بشی. آریان خلا این حوثبات تعطف کاری که روح شیطانیه، خدا و پیغمبر رو نمیشناسه، بلنشی بچت بیفته. آریان خفه شد نهنتو ببن، دارم باش حرف میزنم. میگه اگه لایو خودت بیا بلند میشم، بذار بلند شه دیگه. خب بس استخاره کن، استخاره کن، بر استخاره. آره آره بیا استخاره بگیر بلند شو، استخاره بگیر بلند شو. اول بگیر خوب میاد یا بعد من؟ آره ملیسا استخاره بگی ببین خوب میاد یا بعد. خب با چی؟ با دستت دیگه، با دستت استخاره بگیر عزیزم. بگو بلند شم خوبه یا بلند نشم خوبه، ببین چه جوریش خوبه. آخه خب چیزه، من
این هفته قرآن ها رو اهدا کردم به مسجد، الان قرآن نیست تو. میشه من استخاره بگیرم آریان؟ چرا از من میپرسی؟ از ملیسا بپرس. ملیسا جان من جای شما میشه استخاره بگیرم؟ اگه استخارتون اسلامی باشه. بله. نه قبلتی اسلامی. این کافره بابا، این تعتویی اگه مسلمون بود که تعتونه. بلند شو وضو بگیر، کونه تو بشور، کون نشور. تعتو واسه چی زدی؟ من مسلمون نیستم. من مسلمونم. من کافرم. بلند شو، کونه تو بشور. مسلمونم. کونه تو بشور، وضو بگیر، بعد بی استخاره بگیر. آریان واسه چی نمیذاری؟ بله. هر کار بگم میگی نه. الان نمیذاری واسه استخاره بگیرم. بذار بگیرم دیگه. تو استخاره بگیری با اون روح کثیفه. بعد بچه سایه کثیفی تو بیافته رو رحم فاطمه. بچه تو یک کافری، تو یک بیشوری، یک کثافتی که فقط الان لایو توه نمیذاری هیچ کسیش کاری بکنه. حداقل بذار که بلند بشه دیگه. خب بلند شو، کونه تو بشور، تا یه وضو بگیر، بعد استخاره بگیر. بابا من بلند میشم، استخاره نمیخوام. همین الان از حموم در اومدم، تو داری چرت و پرت میگی؟ با چرا جزا از همون اومدی؟ کونه دنوز گوها خوشکه. چرت و پرت میگی دیگه. همین الان از همون اومدم، بذار راستش استخاره بگیرم. خب با خود تصویری گرفتن، دیدی همومم؟ خب استخاره بگی ببینم چی جوریه. خب بعد تصویری گرفتم، دیدی که همومم دیگه. خب کونه پر از مو بود، من چی میدونم تو لابلای موهاش گوها خوش شده دیگه. بگی بذار یه دقیقه استخاره بگیرم. بگیر ببین خوب میاد یا بد. باش. گرفت از چی شد؟ میگه بچه شیش تو ریشته میشه. اوکی من ملیسا، پس بلند نشو چون بچت نمیفته. نه دیگه نمیشه تو ریشته. نه دیگه ملیسا نمیتونی بلند شی، چون ما اگه تو بعد بلند شی باید بچت بیافته. حالا که استخاره گیت بچت نمیافته، پس یه مشکل هستش. من واقعیت رو باید بگم دیوانه روانی، بیا دروغ بگم اینجا. تو اسلام ما اینجوریه. الان اگه تو میگفتی بلندش بچت میافته، این میافته، این هیچی نمیشد. ولی چون غلط کردی الان بچت... اگه میگفتم میافته، میگفتی دیگه نمیخواد اصلا بلندشی. واسه چی دروغ بگی؟ حالا یکی دیگه بگیر. خب ما نمیبینیم. گرفت. ما باید ببینیم. گرفتم. چی شده؟ میگه بلندشه. هیچ بسته بچهش هیچ اتفاق نمیفته. پس ملیسا بلند نشو. الان این چون گفته بلندش اتفاق نمیفته، تا بلندشی بچه افتاده رو زمین. نه نه امتحان کن، امتحان کن. من باز شرط میمندم. به نظر چون استخاره غیر اسلامی کرد، به خاطر که غیر اسلامیه، چون این کافر. تتوهاشو ببین، کونشو ببین. این من نمیتونم چجوری از حرف از اسلام مقدس ما میزنه. همینان که اسلام رو زیر سوال بردن دیگه. خب من... آریان جان عزیزم جونم بفرمایید. یه خواهش داشتم ازت. بفرمایید. خب میشه قبول کنی؟ اول بگو قبول میکنی یا نمیکنی. باید ببینم چیه. خب حالا قبول اگه میکنی تو بگم. باید ببینم، چون من چیزی که نمیدونم نمیتونم بگم. من یه مسلمان واقعیم. بگو ببینم چیه. من خواهش از تو داشتم، حالا ولش کن، بس نمیگن دیگه. بفرمایید. یه خواهش دارم، میگم اونو قبول کن دیگه. خب بگو ببینم چیه. یا علی بسم الله. این میدون گویا این گویا میگن این ملیسا خانم رو یه ثانیه بذار اجازه شد دست ما باشه، حداقل من باش حرف بذارم. اگه خودش دوستاش حرکت کنه، تو این همه خودت دخالت میدی عزیزم، آخرش چی بشه؟ بذار من باش حرف بزنم. زن من داره اگر... میشه ملیسا اگر الان تو بلندشی، این میخواد به بدن تو رو ببینه، جرق بزنه، و تو که نمیخوای بچه جرقی بشه. خب پس بلند نشو. این هدفش اینه که تو بلند شی، بدن زیبای نحیف و باربی تو رو ببینه، جرق بزنه. بعد تو که نمیخوای بچه هنوز به دنیا نیومده جرقی بشه. نه نمیخوام. خب پس نه بفهم. ملیسای بلند نمیشه. دروغ میگه. تو از زمواز شرفاشو باور میکنی؟ از تو بعیده. توی که این همه با شخصیتی میای حرفای دروغ اینو باور میکنی؟ زشته دیگه به خدا. این داره دروغ میگه.
من خواهر خب بزرگشم، باشه، جز خوبی مگه هیچی هر چی براش بزرگتر نمیخوام. از یکی باشه هر حرفی بزنه درسته؟ این داره دروغ میگه. من چون خود بین محل نمیدم اصلا، خیلی وقت من بین محل نمیدم و اینو گذاشتمش کنار. این دوستاش کلا به عقد دائم من در بیاد، من ولش کردم گذاشتمش کنار، الان داره واسه این حسودی میکنه. خب شما مگه شما کافر بودنتون از اینجا معلومه که میگین با یه مرد میخواین با یه پسر که این دوست داشت، این میخواست مخ منو بزنه، من که میگم گذاشتمش کنار. آره خانم ملیسا، بیوتی خواهر عزیزم، این میگم کافره که من اینو چون اومد گذاشتم خونه من کنار، گذاشت الان میخواد بیاد تو رو بگیره. خب بهش بگو میگم اینو گذاشتمش کنار، این داشت مخ منو میزد که علی آره دایی بیا کلا با هم باشیم دیگه تا آخر اون. گفتم من مگه میتونم با پسر باشم؟ من فقط دختر میخوام. خب رابطه از پشت گناه آریان اصلا رابطه باش نداشتم من. دروغ میگه، دروغ میگه. من دو تا بچه دارم اینجا نشون میدم. من با این هیچ رابطه‌ای نداشتم. خواهر دو تا بچه دارم. این حتی میخواست انگشتش به من بخوره، من دستم شونم و نگاه تا میخواست بذاره اینجوری کشیدم کنار که نخوره بهه. خیلی نامحرمه بهه. آبجی من دو تا بچه دارم. الان بچه‌هاش اینجا دارم نشون پسر میدم. نامحرمن. الله اکبر. خجالت بکش. آریه خجالت الله اکبر. یا جد صادق، یا امیر المومنین، یا فاطمه زهرا، اسم اجداد منو به زبون دیار با اون صورت تتو نقاشی دوست دارم. خدا کنه این برای کاری نکن که بیان شیری بخوره، کاری نکن که بیان بالا از آن خیلی دور نیستی. آیا خودم با ملیسا حرف بزنم؟ نمیخوای روزه بگیری؟ برو روزتو بگیر تا با ملیسا یکم حرف بزنم. ملیسا بفرمایید. احمق داره به من چی میگه؟ ملیسا من رو دو تا بچه ها تو نشون میدم. درنه تو بابا ساکت باش. من 18 سالم. ای جان متولد چه ماهی هستی؟ دی. به 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 چندومش؟ یار دی میفهمه. آره من دهمش. ای جون ای جون ای جون ده دی. کی تاریخ مجلسمون رو عزیزم، تاریخ عقدمون کی دوست داری باشه؟ تو خب تاریخ تولدت کیه؟ من عزیزم تو چه من خردادی ام. وای الان بد شد واقعا. با خردادی یکم مشکل دارم. نه خردادی ها مهربون هم. من از اون خردادی های مهربون هم. خردادی ها دارو هم. خاک بر سرت کنن آریا، واسه تا داره میگه خاک به سر تو کنن که تو خرداد به دنیا آمدی. واسه تا داره میگه، واسه من یکی که نمیگه. من خردادی نیستم، من دی هم موید تو یک ماهی. دی ها دی تو کجا؟ دی تو از روز که میخواستی با من اوکی بشی که میگفتی خردادی. ساری ساری دایی، وی آر جنوری. من و ملیسا جنوری هستیم. راست میگه. من دقیقا روز تولدم جنوری هستش. اول چهارم یشم. تو چهار جنوری هستی؟ نه تو چهاری. حضرت مسیح با هم متولد شدیم تمون روز. اوکی وی آر جنوری. این جنوری که نمیفهمه. آره حرفش شو یک دقیقه آری اندان صحبت بکنه میپری وسط صحبتش. بفهمی یعنی من تو یه روز مقدسی به دنیا اومدم، واسه همینم دین من واسه هم خیلی مهمه. تو دین عیسی مسیح دیگه عزیز زواره؟ نه عزیزم من مسلمونم. بچی دینه. خب تو میگی تو اون روز به دنیا اومدم، پس واسه چی دینت عیسی مسیح مسیحی نیستی؟ مسیح هم خب برای من مقدسه. یعنی ای منم مقدسم واسه من تو فقط مقدسی. من درست حجاب ندارم ولی خب به نظر من آدم بعضی چیزا رو دل داری. تو عزیزم دلت بزرگه، من میدونم چی داری میگی. من مثل این آریان نیستم، واقعا چهره مهربونت معلومه، چهره مهربونه داره داد میزنه که تو چقدر خوب و سکسی هستی.
آدم بعضی چیزا رو شاید آریان نتونه. جان آریان بله من میگم بدن این منیسا خانم سکسیه یا نه؟ 100% خواهرم هزار تا خاطر خاطر وقتی تو استانبول راه میره بارون میاد. خب نمیذاری که ما ببینیم، خدا مرگت بده. خب یه شرطی داره، الان یه شماره حساب میدم، 1 تومن بریز به حسابم، پیامش اومد میگم بلند شه. 1 میلیارد؟ 1 میلیون. 1 میلیون بفرست بعدش شماره کارت. اوکی یه لحظه بذار من شماره حساب، چون من الان یه خانواده این میخوان مهمونی دارن، 1 میلیون لازم دارن. اچای تو لایو و مرگ کمک میکنه بزنم به این شماره کارت بچه بذاری. اوکی. یا آماده ای؟ آریان اینو ولش کن. ملیسا جان این آریان رو ولش کن، این کسخل دیوانه است. با حرف این زیاد نکن، با حرف این میکنه دیوانه میشی. داره یاد داشت کنه. بگو. بگو. باعث دارم شما رسطا رو پیدا میکنم. بچه های لحظه من شما رو خب یاد داشت کنید 62 62 19 86 63 37 37 379 به نام کیه؟ به شما بزنی اسمشو میاد، بعد به من بگو من تایید میدم. شما باید بگی به نام کیه دیگه. شما وقت من الکی شما حساب بزنی اسمش میاد، بعد بگو من میگم بله. من الکی که نمیتونم عزیزم پول بزنم به حساب یکی. شما اینجا بزن، هر وقت می‌خواستی بزنی قبلش بزنی اسمش میاد. حالا من چطوری از لایو بیام بیرون بزنم؟ بعد لایو بزنم دیگه. نه عزیزم، تو فکری اگه تو زرنگی، اگه تو اسمارتی، ما فول اسمارتی. خب الان یه حرفی، الان وقتی من با این گوشی توی این لایو تو چطوری من پول بزنم؟ اینو میشه بگی؟ مگه ستون ایران نیستی؟ مگه خیلی تا خواهان تو نمیخوان؟ بگو الان همونایی که کنارتن 1 تومن بزنه. خب تو نمیگی تا به نام کی هستش. خب من تو بزن اونجا اسم که اومد اسمشو بگو من تایید میگم، میگم آره درسته. خب باش میزنم برات. زود باش. یالا حبیبی گفتم که باشه دیگه. یالا حبیبی ملیسا جان معرفی این آریان نکن که به خدا دیوانت میکنه. روانیه این آریان خواهر. زود باش بالنش شیر تو بخور دیوانه، میخوای روزه بگیری؟ زود باش بزن تو من بگم ملیسا بلنشه. خب از کجا بزنم؟ تو با این گوشی تو لایو هم که هم میگی بزن. دیدی ملیسا فقط با 1 میلیون که ما فقط شیر گربه هامون ما آورکت یعنی کت من و تو آورکت که شیر گربه های من و تو که فقط 2,500,000 پول شیر یک وعدشونه که ما میدیم آورکت، این 1 میلیون نمیتونه بگه. تو بلندشی بدنتو ببینی، این میخواد برات شوهر بشه. گفتم فقط بشناسیش، خواهرت اینجاست. بابا همه چی به پوله، تو فضولی بابا. همه آورکت تو پول دیدی. آورکت خاک باشه کتای ما که فقط 2 میلیون تو آدم شیرشه تو نمیتونی به خدا. تو یه حیوانی آورکت. خب کو دیدی با این حرفت خیلی موافقم آریان. دیدی آقای خانم ملیسا، دیدی 1 میلیون نتونست به عشق تو بزنه تا بلندشی. از چی کنه دختر؟ الان تو گفتی من تو لایوان دختر نمیارم بالا، واسه چی الان دختر آوردی بالا؟ خواهرمه. تو من خود سر حرفت نموندی، واسه چی حرف علکی میزنی؟ خواهرمه، تاج سرم. نه تو گفتی من، تو اصلا گفتی من دختر بالا نمیارم. خواهرم حامله بود، گفت روحیم خرابه داداش لایو بذار.
آوردمش، همه چیزش هم رعایت کرده، حجاب اسلامیش رعایت کرده. اگر حجابش رعایت نکرده کو حجاب الان نمی‌بینی رو سری سرشه؟ نه نه نمی‌بینم. خب انقدر تتو زدی چشات کور شد؟ نه نمی‌بینم هیچی سرش دی. سرش لخته عشقم، اون رو سری مشکیه شبیه موه، سرش لخته. نه ملیسا سرد لخته تو؟ اصلا من دختر اجازه نداره بدون روسری و شال بیاد توی لایو. واسه چی آوردی بالا؟ بچه دیدید همون که میگفتین دایی ستون ایران 1,000,000 تو جیبش پول نداشت که بزنه برای خواهر. پس بری تا آخر. نه با تو نیستم، با تو رفتی نداره اسکو. نه تو لایو چرت و پرت نیست. خب میگفتی عزیزم بگو بابا تو این گوشیمه. آیسان تو چقدر میگه آیسان میگه چی آریا چقدر تو روانی آبروم رو بردی واسه یه تو من. تو این گوشیمه چجوری واسه بزنم؟ من روانی نیستم ملیسا خواهرم، گفتم 1 تومن بده تا خواهرم بلند شه. ساعت دوانی شب بابا کی میخواد کنار من باشه؟ همه خوابن. دوانی شب کیو میخوام بیدار کنم؟ دوانی شب یک با کفگیر بزن به اون کیر کوچیکت بگی بخواب تو. هم من نمیتونم، من تا شب بیدارم، من تا صبح بیدارم. اصلا دوست دارم بیدار باشم. تو فضول من که نیستی، دوست دارم بیدار باشم توی لایو باشم. به تو چه؟ پس نه اگه میخوای بیدار باشی 1 تومن گفتم بزن تا خواهرم بلند شه. خب بابا این که بس تصویرشو رفت کلا، کجا بزنم؟ ملی تصویرشو من اگه تصویرشو نمیذارم میزدن یه تومن دیگه بس ولش کن. ملی کتا رو چک کن. باشه ملی شیر گربه ها رو چک کن. ملی آورکت رو چک کن. خانم لیدا درخواست دادم چرا نمیزدم به؟ یک لحظه صبر کن. این اصلا با ما دشمنی داره، هر موقع میان داخل لایو همین آش همین کاسه است. ملی کتا رو چک کن پلیز. بابا چک میکنه دیگه، تو ساکت باش. سرمونو خوردی توی لات. پلیز چی کن، پلیز چی کن، خاک بر سرت کنن کن اگه کونی. خدا مرگت به تا معلوم کونی. آبو هرچه پسر یه تو بردی اشاله به حق علی و اولادش بزنه به کمرت که صورتتو کردی دلقک. به تو چه؟ خب به تو چه که من کون میدم؟ مرد که اصلا مثل تو کون نیست. نه آدم کون باشه تعطیل نذاره صورتشو مثل نقاشی کنه. آدم هر چی باشه کون نباشه مثل تو. ان شاء الله به حق علی و اولادش بزنه به کمر تو باشه سکون ایران. وایس. لیدا داره در میزنه که بیاد بالا. لیدا جان منتظر بمون الان میارد بالا. فچی آریا لیدا رو بیار بالا، در زد منتظره بیارش بالا. میشه ما رو بیاری بالا؟ نه شما چه گوهی میخوای بالا بخوری؟ اومدم. تو ملی پریز تو چه گوهی میخوای بخوری بیای بالا؟ هم پایی بمون. ملی پریز چه ملی پریز چک کرد؟ بابا لیدا رو کجا رفت بیارش؟ من با این بابا این خیلی آدمه چیه، من باش حرف نمیذارم بدش کن. اوکی ملی پلیس چک کرد. بیا حجابش هم رعایت. ای جون چقدر بهش حجاب میاد از زن. اوکی دیدی چقدر برف من گوش کرد رفت مقنعشو پوشید. ملی جانم ایوان ایوان ملی شما دید. ملی یه لحظه خفه شما مدرسه نمیدی یه لحظه دلتا بذار مستراب. ملی دید یو چک دی کت؟ Yes. Thank you so much. Of course. بفرمایید. ملی دهنشو این ببند ساکت باش. ملی مدرسه میری اون طرف یا نمیری؟ من امسال سال آخرم بود دیگه تموم کردم. دانشگاه بودی؟ دانشگاه میری؟ الان میرم مدرسه رو تموم کردم میرم دانشگاه. چه رشته ای؟ هنوز انتخاب رشته نکردم. از آریان مشورت بگیر. آریان ماشاءالله خوب مشاوریه. حتما بعد وقت بکنه.
سلام سلطان ایران هادی کوچولو به این میگن ستون، نه به تو که رفتی صورت نقاشی کردی. نیومده بالا واسه من این آقای هادی. آقا من سه نفر دارم تا ببینمش بنده خدا رو. با گوشی آقا هادی من شما رو دارم. آقای علی اکبر زاده من شما رو دارم. چشای منی دادش من ندارم از شرمنده. خوشحال شرمنده باشه. من ملیسا رو هم دارم. ملیسا خانوم به چیه؟ امیر آقا ما یکی رو به امیر میشناسیم. اسم امیر آقا برادرشون امیر بودن. ایوه نوچه ملیسا خوبی؟ شما خوبی؟ خوشخندان شاید. مرسی فداشتم عزیزی فرمود برم. چقدر سنان عوض شده ملیسا. سرما الهی علی آقا شما خوبی داداش؟ عزیزی هادی آقا قلب منی داداش، چشای منی، سلطان خودتی، خرته داداش، سلطان خودتی، آریان خرته. نوجر دارم بشنی، خدا و عدم اتنم، اشکا حاج سری داداشی، چشای آریان فدات بشه داداش، پیش برگت بشه داداشی، داشادی عزیز داداش علی، عزیزی. خب آریا چه خبر؟ تعریف کن میدیم آریا. سلام من چی؟ این شب لایف گذاشته بودیم ملیسا خواهرم چون حامله است 4 ماهه، گفت میام خراب آریا جان. مبارک داداش پسر شما واسه چی بهش میگی خانوم؟ بهت میگه خانوم پسری. خب یک اعتراض بکن. حدی به دادر گفت پسرم حامله میشه. بعد ملیسا خواهرم گفت آریان جون من روحیم بده، حاملم 4 ماهه، یه لایف بذار روحیم باز شه. بخاطر آوردمش تو لایف، ایشون همین به قول خودشون ستون ایران هستن که هیچی هم نیستن، اومدن از خواهرم خواستگاری کردن. من چون داشتم اینو داشادی گذاشتمش کنار، خب این التماس منو میکرد که با هم باشیم و فلان باشیم و اینطوری باشیم. لایوا هست، لایوا ضبط شده، بچه‌ها برید نگاه کنین لایوا رو. الان امشب گذاشتمش کنار، از این خانم خوشم اومده حسودیش میکنه داداش، داره منو تحقیر میکنه به حساب خودش. آره یار حسودی نکن دیگه، بذار علی آقا به عشق برسه. میگم بذاریم مند خدا داداش بلند شه یه دوری بزنه ببینیم شه، میگه حامله است، حامله است. خب هادی جون، هادی عشقم، من دور بزنی هادی جون عشقم، حرف هادی آقا رو گوش کن دقیقا. اوکی گوش کن آقا هادی، شما میدونی که به جون جدم محل دروغ نیستم. گفت من از خواهرت ملیسا خوشم اومده، میخوام ازش خواستگاری کنم. گفتم اگه خیلی دوستش داری یک تومن بزن به حسابم الان که ملیسا بلند شه. نزد. خب این مردی که دروغ میگه یک تومن تو جیبش نداره، از این مون گدایی میکنه. من با این گوشی تو لایو چطوری برم یک تومن بزنم؟ خب باید برم از لایو بیرون. این ها داره من خدا میگه دیگه، میگه چجوری بزنم یک تومن. خب بس اوکی، پس فردا شب بعد قبل از اینکه لایو اگه واسهش نزدن، اگه بعد لایو واسهش نزدن بیاد فرداش هم اعلام کنه آقا این آقای دروغگویی است، اصلا یه تومن تو جیبش نیست. حالا اعلام میکنم ایشون یه آدم دروغگویی که هیچ فقط تو جیبش ناس پیدا میشه. حالا بدون بدی تو خانم یه برنامه بکنه. آره دیگه عزیزم، خدا چیز آقای به عشق داشادی بذار دیگه، به عشق داشادی. آقای داشادی ستون ایران، ستون حرف داشادی رو نظر رو زمین. عشق نه ان شاء الله رو زمین نمیدن. یه لحظه بری سو خانم میشه دایی جو به عشق علی آقا یه دور آقای ستون ایران، آقای هادی خواهرم یارم، یه چیزی میگم. اگر خواهرم بلند شد، خواهرم بعد از 20 سال حامله شده چون رحمش ضعیف بود، تخمدانش ضعیف بود، خدا شاهده به جون جدم قسم به این قبله محمدی هر هفته سفره صلوات گرفتم نظرش محمد. انشالله همه مریضای خدا، انشالله همه مریضای دنیا رو خدا شفا بده. اللهم صل علی محمد. به این قبله محمدی خواهرم بعد 20 سال حامله شد، همه چشمون به بچه اینه. اگه تخمدان ضعیفه، تا حالا سه تا بچه سقط کرده، اگه الان بلند شد بچه‌ش بشه کاری نمیشه. بابا بذار یه من نمیدونم، صد بار گفتم
اگه بچت افتاد آقت میکنم دیگه، خواهرت نیستم. یا علی بسم الله. من گفتم داش هادی داره میگه ملیسا جان، هادی آقا یک از کاردرستا پرچمدارای ایران، نمیشه نبگی رو حرفش. نوشته نبگی بزرگ جوانی داد جان. ملیسا افتخار بده به عشق علی آقا، عقاب ایران. یه شرط بده، یه دور هی سالی هم نمیشه، هی سالی هم نمیشه. اکشلی من باید برم. خب اما یه دور پوسشن داره تلاوت میکنی، میگم یه دور بشم علی آقا برانداز کنه دیگه، نمیخواد که بخورد که. راست میگه علی آقا برانداز میکنه، خود فقط هیکل تو ببینه. همین جان رمزی حرف میزنه دو دوش. خب آره رمزی حرف میزنه. آره هانی you can go and check my cat please. یه آبر کت من قربان ببین شیر داره کافی. اوکی باشه. پلیز پلیز چک کت الان. آره دیگه الان میخوای بری تو؟ آره خب اگه میخوای رفتی پایین لطفا گربه رو چک کن که شیر کافی داشته جان. ملیسا بابا یه دور، یه پنج ثانیه. آریان اجازه نمیده، نمیتونم. بعدش هم من فردا وقت سونو دارم، باید الان برم بخوابم. آریان بابا اجازه نده. علی فکر کنم آریان زیر لفظی میخواد. میگه خب داداش گفتم یه تومن براش میزنم داداش بعد لای. آره دیگه خدا بده برای یه تومن میذاره دیگه. یه برندق پنج ساله یه بابا هادی کوچولو، هادی کوچولو هادی کوچولو برف آریان کنه، برف من شما نکنه. هادی کوچولو قبله ایران میگن، از قدیم میگن اول بکن تو مشتم بعد بکن تو پشتم. اول پولو میدی بعد ملیسا بلند میشه. یا علی تموم شد. خب این الان بنده خدا چجوری پولو بزنه به کار داریم؟ باید اول ببینه یا نه؟ بزن به جاش. من هم یه گوشی بیشتر ندارم. خب نمیشه از این، من خودم میزنم. تو بخواهی بگیم. من هادی داشت هادی بکشه، من نوکر شما خودم میخواهی بزنم. اصلا یعنی آقا نباید بزنه این کارو بکنه. آقا من یه مثال میزنم. آقا یه مثال ساده. شما میرید بقالی اول گرس رو میبینید بعد میخرید دیگه. نه درسته؟ ما اول جنس رو میگیرید بعد میخرید. نه بعد علی آقا باید اول گرس رو ببینه، مال رو ببینه بعد پول بده. نه نمیشه که ما اول پول رو میگیریم بعد جنس رو میخرید. تو یعنی گرس رو نمیبینی پول میدی؟ آره رسالتمونی. تو اشتباه میکنی، یعنی اشتباه میکنی، اشتباه میکنی، اشتباه میکنی. واسه همین هیچی نشدی تو زندگی. آره همینه. آره والله همینه. خواهر وقت سونوگرافی داره، واسه همینه چون شدی، بعد یه اون بر دیگه میشدی. آره دایی، آره دایی، یه خدا بود بره، یه دو سه چهار پنج شیش هفت دو ده. فردا خواهرم وقت سونو داره میخواد بره. خواهر عزیزم ملیسا یه سوال دارم، این خواهر شما چند ماه است حامل است؟ چند ماه است؟ سه ماهیه میگه داداش، سه ماهه. آه چهار ماهه. پسر یا دختره؟ خانم میس دختر ملیسا. آه دختر. اسمشو چی میخوای بذاری؟ تکون تکون میخوره توی لایو، نمیتونه بلند شه. الان میخواد بره دشتی، چجوری میخواد بره دشتی؟ آره با الان اون مغنه رو در بیاری، نه تکون میخوری، اون مغنه رو درش بیار. چرا؟ میشه درش بیار الان بچه داره لغت میزنه تو شکمش داشت دادی نیسته تو ببینه بیشتر حال کنه با لذتشو بیشتر ببره. من حجاب کرد. آه تو علی آدری حجاب کرد یاره؟ من دوست دارم داشت لغت فقط لذت ببره. آره با تا یه دقیقه پیش علی آدری لغت بود نبودی ببینی. راست میگه داداش، راست میگه. شانس آره ماست دیگه. آره والا شانس شما. دیگه بخوابم بابا. نرو بابا، ما رو تو حسرت بده نذار.
چرخی بدم، کجا یه میگه؟ میگه چرخی میرم بدم. میرم 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 میرم. خونه خلاص که نیست بریم، اینجا اختیار دست خودت نیست که، اختیار دست ما اومدی داخل لایو ما، این لایو لایو ما ملیس نمیتونی بری. دهنه تو ببری به دقاری هم کنم حرف میزنم. ملیسا خواهر عزیزم you can go to sleep. دا شادی چشای من، قلب من، ستون قلبه، باید سرم داداش بهش میرسم. اینجوری have a great night honey, have a great night. برو برو خوش دیگه، برو یه دختر دیگه بیار بالا از این خوشگلتر. اینو میخوایی چکار کنی؟ برو برو بودو حال نکرد دیگه، خدا رو شکر که این رفت. باشد این لیاقت تو رو داداش باشه. اومدی واسه ما، هی واسه این ناز میاره، ناز میاره، ناز 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 ناز. دختر جو 100 تا 100 تا مثل تو باید داشت شادی لفظ شو بیا، مثلا 100 تا باید مثل تو لخ کنن. تو میگی من لخ نمی کنم؟ نوکرتم بشه. فلان نمیشناسه. برو هر جا دوست داری بزن ببین شادی کیه. من امشب به مادر امشب پریود بود که بلند نمیشدن داشتن. راز من فکر میکنم حامله هم نبوده دا شادی. آره پریود بوده، پریود بوده، حامله نبوده. آره آریت داداشه چرت و پرتی میگه ما باور کردیم. آریت زیاد خوشگر میگه تو باور نکن دا شادی. چهار ماهه بود بابا، واسه چی نذاشتی خب الان بلند شه که میگی چهار ماهه بود؟ اوکی یه لحظه. سلام جعفر چطوری؟ یه دافه دیگه بیار آری انجا، یه دافه دیگه. آره ایوال داشت رو دیگه ایوال. آقا جعفر بودن مهره با جعفر، مهره با شه پلنگی رو رو برد بادن یا خدا. مهره با، مهره با ابلا. آره زن خوبی؟ نه من رو جعفر نجوزم جعفر. امروز یه دونه گوزیدم آره دایی. اون دایی کجا رفت؟ رفت دایی؟ آره دایی. یبر یزیده تو یبر. آره دایی. یعفر سری دادین در حالی بخم رابه موجرم زدم باشی ها دولار رو. اون نایی کجا رفت؟ بیار یه دونه بگوزه. آره دایم علی آقا رفت بند خدا. آقا کجا رفت؟ رفت هست خواهی بند خدا هستت فرا چه؟ نه بابا ترس نبود بند خدا ستون ایرانه فرار نمی. بله بله عقاب ایرانه. آره زدانه دارم. چطوری خوبی؟ نوکرم سرم باشیوه دولارم یفه بیارم درد منو. آره این جان قدایی عزیزم قدایی. اوکی بایست دایی چی شد؟ دایی نمیاد بالا؟ آره اینجا چند من خواهر کردی عزیزم؟ من کامنت هر یا رو نیمیدیم بایست. آره اینجا یکم هادی جون با آقا جعفر صحبت کن. جعفر نخواه هادی هادی بو چوخ بیش دبل فازه نیه چوخ نه یورا یفر بونو یفر بی سوزو بار بونو سیکه بی نیسا یا یو بونو بونو ایه سرد یسا بونو ایه سرد یسا یا بری سیکه ازا بونو یا یو ای یدا یورو بونو سیکه ازا یا یو ایه دیسا یا بری سیکه ازا. آدم آمه چیزی دیزم من بونو بینیدم. آریا ببین حتی که همه تو رو نمی کنه میگه آریا رو سعی نمی کنه من بکنمش. هاد آر هاد پیره لشه
مثلا صحیح دانش مازم. ما جهان آره منظور دانش آره. ایبی یا گذر بسن. چاکر آقای نبی. نوچر آقای نبی. شاش. شاش. ها دیگر بسن. ها دیگر بونو صحیح ایلتمه. اتو سیدیسن. قشن مهمور دانش. ایبی. شاش. گذر بسن. شاش. آقاست. خب آریا جان از آقای افتاد آلی داری بفرمایی جبر چی رفته بودی عروسی مشروب خوردی؟ نه بابا من تو رو خوردم. نه جدی رفته بودی عروسی اومدی مست بودی؟ آره تولد بودم بابا مست نبودم تولد خب بودم. پس پس تو لایو داشت اینجوری میشدی مست بودی؟ من هر روز اینجوری هستم. الان هم مست شدی. چشات قرمز شد از بس که خوردی. یه جوری میشه انگار برات بی‌ادبی میکنم یا چی؟ چی؟ نه میگم مست شدی رفته بودی؟ آره از عشقت هم مست شدم. از عشقت هم مست شدی. بعد میگم که آقا جعفر الان چند سالته؟ از عشق تو پیر شدم. سن نما نپرم کم گفتم کم گفتم بپرس. از عشق تو پیر شدم عزیزم. تا حالا ازدواج نکردی؟ منتظر تو هم. منتظر من درسته. به چیز شده هاده این پیجا همه پین شده هیچکی رو نمیتونم بیارم بالا. ای بابا ای دل کافه چرا نمیتونی چیز کنی؟ نه دایی رو میتونم نه لیداره هیچ کسی رو نمیتونم بیارم. آرین جون ازت یه خواهشی دارم عزیزم. جان بگوشم میشه بیای پیش من درگیر کنی؟ چرا که نه الان که من لایوم تموم میشه یه اسنپ میگیرم میام تا صبح تو بغله تا صبح درم بذاری. واقعا راست میگی؟ واقعا راست میگم. اگه من بدون با هم لایو بذاری ببین چرا جعفر خطر داد یا آره بخوای پیش بری باید شلوار آهنی تنت بکنی تو جعفر خدا همه چرا آهنی میرم لوگ میکنم دیگه بریم آقا جعفر هادی جون آقا جعفر بریم چون همه پیجا پین شده دو ساعت هم تو لایو بودیم حالا یه شب دیگه دوباره میام. مرسی که بودید. آری جون میشه منو یه دونه ببوسی بری؟ آره ازم میتونی یا جعفر جون تو لایف بذار من بیام اونجا. نه عزیزم وقتی که تو رو میبینم انگار دنیا برام بهش میده. من هم همینطور بچه فعلا خدا خدا خدا, خدا.